سلام مجدد دارم خدمت بینندگان. خب در ادامه خدمت آجا هستیم. همچنان جا فرمودن که زندگی امام حسین دارای بودهای گوناگونه، باد عبادی رو مطرح کردن. الان سوال این است که زندگی امام حسین علیه السلام از بود اجتماعی چجور بوده؟ بله، خدمت شما عرض کنم که یکی از ویژگی های معصومین علیه السلام جامع بودن اونها هست. جامع بودن به معنای این که تک بعدی نیستند، در ابعاد مختلف شخصیت نا ظهور و بروز کرده. اگر ما تصور کنیم که امام و پیشران جامعه فقط باید اهل نماز باشه، فقط باید مثلا این کار عبادی رو انجام بده و یک قسمت از عبادت رو بیای انجام بده و به سایر اجزاء بندگی خدا توجه نکنه، این قطعا نقص امامه و امام هیچ گونه عیب و نقصی نداره. لذا نکنه به همون میزانی که امام علیه السلام رابطه خوش با خدا داره، باید با خلق خدا هم رابطه خوشی داشته باشه. گفت با یک دست جام می و یک دست زلف یار، رقصی چنین کرانه میدان آرزوست. قرآن ما رو دعوت به همین جامعیت میکنه، نمیگه تنها نماز بخونه. هر زمانی که میگه الذین یقیمون الصلاة، بعد میگه به یوتون از زکات، کسانی که حاکم در زمین میشن در زمان امام زمان علیه السلام و خدا سکان هدایت جامعه رو به دست اونها میسپاره، میگه الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتو الزکات. هم نماز دارن که ارتباط با خدایه، هم زکات و کمک کردن به مردم دارن که رابطه خوش با خلق خدایه. امام حسین علیه السلام هم به همون میزانی که در بعد بندگی در قالب ارتباط با خدا ظهور و بروز پیدا میکنه و خود رو بسیار زیبا نشان میده به مردم، در بعد کارها و فعالیتهای اجتماعی، یعنی عبادت هایی که میتونه رابطه خوش انسان رو با خلق خدا بیاید تصویر کنه، باز یک جایگاه بسیار رفیعی برای امام حسین علیه السلام در این عرصه و در این وادی هست. از جمله این مسائل اینه که امام حسین علیه السلام در مسیر زندگی خود دستگیر مردم بود، گرهگشای مشکلات مردم بود. حالا مشکلات چی فکری باشه، چی بفرمایید مشکلات اقتصادی باشه، همیشه و مادام امام حسین دستگیر از مشکلات مردم بود. از امام سجاد علیه السلام سوال شد که یا ابن رسول الله، یک آثار بر بدن پدر شما بود که اینا نه جای شمشیر بود نه نیزه بود، هیچ کدام اینها نتونست این زخم رو در پدر شما ایجاد کنه، اما این اثر دیده میشد. اونو از چی بوده یا ابن رسول الله؟ فرمودن همون انبانهای قضایی بود که در دل شب پدرم به شانه میگرفت، اونها رو به محرومین میرسون. یعنی امام حسین بی تفاوت نسبت به محرومین نبوده. این که عده‌ای در زندگی محتاج باشند و امام حسین بی تفاوت در قبال احتیاج نباشه، در منطق و ملام حسینی راه نداره، بلکه امام حسین با او چیزی که خدا در اختیار او قرار داده همیشه و مادام دستگیر فقرا و مساکین و ایتام بود. خب نمونه ها و مصادیق فراوان ما داریم که امام حسین میامد دستگیری از مردم میکرد. نقل میکنن که یک زمان امام حسین علیه السلام از کنار یک باغ عبور میکردن، دیدن که درون این باغ یک غلام مشغول کاره و وقتی که از کان خو مثلا یک مقدار فارغ شد، سفره خور باز کرد، شروع کرد به غذا خوردن. قرص های نان داخل سفره بود، از همین نان استفاده میکرد و در این حال یک حیوانی، سگی هم در این باغ بود. این غلام یک لقمه خودی رو میخورد، یک لقمه هم میداد به سگ و این توجه امام حسین علیه السلام رو جلب کرد. امام حسین علیه السلام به او گفتن چه کار داری میکنی؟ عنقریب تعطیلی تو تمام میشه، استراحت تو تمام میشه، باز باید تن خور به کار بدی و اگر غذایی نخوری بنیه ای نمیگیری، توانی نداری که کار کنی.
گفت یبن رسول الله اطلب و سرورن به سروره. من یک آدم گرفتاریم، یک آدم محتاجیم، دل این حیوان رو که او هم از مخلوقات خدا هست رو مایون به دست بیارم که خدا دل من رو به دست بیاره. اینا کنین باید انسان قدمی بردار تا برای او قدمی برداشته بشه. گفت ارادتی بنما تا سعادتی ببریم. امام حسین علیه السلام گفت خب غم و مشکل تو چیه؟ او اندوهی که به سر دل تو هست کدامه؟ گفت که من غلامم، نوکرم و صاحب و مالک من یک آدم یهودیه و من یه مسلمان زیر دست یک کافر خیلی برم خوشایند نیست. امام حسین علیه السلام فرمودن مالک تو کجایه؟ بلند شدن رفتن دو نفری دم خانه او. بعد از اینکه این شخص یهودی متوجه میشه امام حسین فرزند پیغمبر خدا و پیغمبر آخر الزمان در خانه او آمدن خیلی خوشحال میشه. آمد و با امام حسین صحبت کرد و امام حسین فرمودن حاضرم این غلام رو از تو بخرم، میفروشیم؟ آدم با معرفتی بود، گفت الغلام فدا ان لخطاک، یعنی غلام فدای قدمای مبارک شما یا ابن رسول الله، یه غلام رو بخشیدم به شما، غلام رو بخشیدم به شما. امام حسین علیه السلام تشکر کردن و بعد فرمودن که این غلام در فلان منطقه در یک باغی از تو کار میکرد، او باغ رو حاضرم از تو بخرم. این جوان یهودی گفت او باغ رو هم به شما بخشیدم. امام حسین هم فرمودن من یک غلام رو که تو ببخشیدیم و در راه خدا آزاد میکنم و اون ملک و باغی هم که تو به من دادیم به او هدیه میدم. ببینیم امام حسین علیه السلام به فکر یه غلام بود، به فکر گره گشایی و به فکر زدودن غم از چهره او بود، لذا حاضر شد دنبال او راه بیفته بره با او همکاری کنه. و ما هم باید در این عرصه از امام حسین علیه السلام درس بگیریم. این یک جلوه و یک جنبه از اون خدمات اجتماعی که امام حسین علیه السلام دارن انجام بدن و مثل این موارد فراوانی هست که در طول تاریخ ما داریم. یک زمان یک شخص آمد از امام حسین علیه السلام تقاضای کمک کرد و امام حسین هم یک پول فراوانی برای او دادن. این پول رو گرفت، نشست و بعد شروع کرد مثلا به شمردن و بعد در پایان اشک ریخت. امام حسین علیه السلام فرمودن آیا این انفاق ما کمه که تو داری گریه میکنی؟ گفت نه، اشک و گریه ما به خاطر این نیست که این کمه یا زیاده، از سرم هم این پولی که شما دادین بیشتر و بالاتره، اما علت گریه ما به خاطر اینه که من فکر میکنم که کدوم کفن است که بیای به دور چنین دست های جواد و بخشندهی پیچونده بشه و آیا خاک چنین انسان کریمی رو در خود جای میده؟ این انفاق امام حسین بود. این رقم میای از او دستگیری میکنه، گره گوشای مشکلاتی میشه در مسیر زندگی. برخ از تابعان و برخ از اصحاب پیغمبر خب در زمان حیات پیغمبر سن و سالی نداشتن، فرزندان از اونها باقی مونده بود. مثلا اسامه ابن زید از اصحاب پیغمبر فرزندی از او باقی مونده بود و خود همین اسامه هم که گاه در برخ از منابع تاریخی بین او و امیر المؤمنین علیه السلام اختلاف های دیده می شد مورد لطف و مهر امام حسین قرار گرفت. در سالهای پایانی و عمر خود مدیون و بدهکار بود، مریض هم شده بود، امام حسین به عیادتی رفتن و بعد دیدن که گریه میکنه و عشق میریزه، چرا چنینی؟ عرضه داشت امروز و فردا این پیک عجل به دنبال من میایه و من مدیون مردم از دین از دنیا میرم. امام حسین علیه السلام فرمودن دین تو چی مقداره؟ یک عدد درشتی رو گفت. امام فرمودن تمام دین تو رو از پول شخصی خود رو ادا میکنم، نه بعد از این که بمیری، در همین زمانی که تو زندگی میکنی تو رو از دین خلاص میکنم. امام حسینی هم گره گوشایی میکرد و ما اگر قرار است مرام حسینی داشته باشیم باید این جلوه های زندگی امام حسین علیه السلام رو هم
مشاهده کنیم و در عرصه عمل به او اقتدا کنیم. این یکی از عرصه های ابعاد زندگانی امام حسین علیه السلام بود. در همین بخش اگر اجازه باشه به شکل گزلام به یک بعد دیگه هم اشاره کنم و هم بعد اخلاقی زندگانی امام حسین. در بعد اخلاقی هم امام حسین علیه السلام مثل جد بزرگوان خود که پیغمبر اسلام رو قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، شما بسیار اخلاق و خوشی داری یا رسول الله، شما کسی هستی که همین خلق خوش سبب شد که مردم به شما تمایل پیدا کنن و جذب مرام شما و دین شما بشن و بشود و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اخلاق خوش عامل جذبه و امام حسین علیه السلام هم یک انسان اخلاقی و ارزشی است. او هم نه اخلاق متوسط بلکه مراد اون اخلاق کریمانه است، اون محاسن اخلاق و تعبیر امام سجاد علیه السلام مکارم اخلاق و معالی اخلاق هست. در روایت داریم که امام حسین علیه السلام می فرماید لو شتمنی رجل الی الیمن، اگه کسی بیاید دم گوش راستم بدگویی کنه بعد امر بگه و اعتذر الی الاخرى، دم گوش چپم بیای بگو آقا من نفهمیدم اشتباه کردم مر ببخشید و بعد گفتم. خب اگر ما باشیم عکس عمل ما چیه؟ ما متاسفانه غالبا کینه به دلیم، دیر اونا رو میبخشیم یا نمیبخشیم، یا اگر ببخشیم دیر میبخشیم و بعد هم با طرف سرسنگینیم. امام حسین علیه السلام میفهمن اگه دم گوش راستم به ما توهین کنه دم گوش چپ عذرخواهی کنه لقبل تو من، به خدا قسم از او قبول میکنم، عذرین میپذیرم. چرا؟ چون امام حسین علیه السلام مصداق اتم این هستن که میای ستار العیوبی خدا رو نشان میده، غفار الذنوبی خدا رو میای امام حسین علیه السلام نشان میده. و حال و روز امام حسین همونه که گفت صورت نبست در دل من کینه یک کسی، آینه هر چه دید فراموش میکند، عین یک آینه هست. آینه یک عمر شما مقابل بیستی شما رو نشون میده، لحظه ای کنار بری دیگه شما رو خود خون نشون نمیده. این اخلاق خوش امام حسین علیه السلام میتونه عاملی باشه برای که ما در این عرصه هم این بعد از زندگی امام حسین رو مورد توجه و بعد هم بالاتر مورد عمل خود قرار بده. خیلی ممنون از جواب. یک میان برنامه دیگه هم میبینیم و برمیگردیم. سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان گرامی، در خدمت حاج آقا بازم هستیم. حاج آقا بزرگوار بفرمایید که سیره امام حسین علیه السلام در بعد سیاسی چگونه بود؟ بله خدمت شما عرض کنم که خب قطعا یکی از زوایای مهم زندگی امام حسین علیه السلام خلاصه در همون بعد سیاسی میشه. یعنی اگرچه که تمام امامان ما اینا کسانی بودن که در زیارت جامعه میخونیم و ساست عباد، اینا اصل سیاست رو بلدن و سیاست هم سیاستی که با دیانت رابطه و پیوند داشته باشه و الا سیاستی که دین رو از انسان بگیره مراد و مقصود ما نیست. همه اهل بیت علیهم السلام بعد سیاسی داشتن، اما ظهور و بروز این بعد سیاسی در زندگانی امام حسین علیه السلام با توجه به طاقوتی که در زمانی او بوده یک مقداری بیشتره. ای که خب ما میبینیم از امام حسین علیه السلام این فریاد در طول تاریخ هنوز و هنوز هم به گوش آزاد مردان میرسه که هیهات من نزله، من هیچگاه تن به ذلت نمیسپرم و هیچگاه حاضر نمیشم در مقابل ظالمان و طاغوت های زمان از خود خود سرسپردگی و کرنش نشون بدم. حسین حاضر سر بده اما تسلیم در مقابل ظالم نشه. حسین حاضر است که یک مقداری محرومیت ها و محدودیت های به جان بخره اما اون عزت و عظمت هیچگاه جریح دار نشه. این رو در مقابل یزید و یزیدیان امام حسین علیه السلام فریاد زد. بعد از این که ابن زیاد از امام حسین علیه السلام
میخواه عبدالله ابن زیاد از امام حسین علیه، عبید الله ابن زیاد از امام حسین علیه السلام میخواه که خب شما بیا برو یک بیعتی با یزید انجام بده. وقتی هم که بیعت کردی تمام این حصرها، این محدودیت ها از بین میره. امام حسین علیه السلام فرمودن الا ان الدعیت و ابن الدعیه قد رکز بین اثنتین. ببینید این شخص که ویژگی های مشخصی داره، اون پاکی در ولادت هم نه در او دیده میشه نه هم در پدر او نمایان است، داره حسین رو مخیر میگذاره بین دو تا امر، بین سلت و ذله، بین این که آیا ما دست خوب به زنجیر و سلسله اونها بسپانم یعنی ذلت رو بیام انتخاب کنم. و بعد ما میفهمون حیات من ذله، ای که انسان مثل حسین باشه و بعد بیایه تن به ذلت بسپاره اصلا معنا نداره. حسین سرور آزادگان باشی اما بیایی در مقابل ظالمان سر خم کنی معنا نداره. یه هم بعد سیاسی زندگانی امام حسین علیه السلام که خب وقتی انسان بره نگاه میکنه همین بعد سیاسی زندگانی امام حسین الهام بخش خیلی از قیام ها و خیزش های مردمی شده. چی بعد از امام حسین علیه السلام در سالهایی که نزدیک به امام حسین بود، اگر شما یک قیامی و یک انقلاب و یک خیزش مردمی رو در مردم مدینه میبینین، خب الهام بخش اون قیام فرمایشات امام حسینه. اگر قیام توابین رو شما مشاهده میکنین، قیام مختار رو مشاهده میکنین، همه اونها آمدن از این کتاب حماسه حسینی درس گرفتن و همین سیره امام حسین در بعد سیاسی رو آمدن سلوحه خود خون قرار دادن. و بعد در عصرهای متأخر از امام حسین هم نه تنها در بین رجال سیاسی مسلمان که حتی کسانی که اسلام رو هم به عنوان دین خود قبول نکردن، اما این سیره سیاسی امام حسین فرزند پیغمبر خدا رو آمدن دیدن. مهاتما گاندی که تونست هند رو از یوغ استعمار انگلیس نجات بده و نجات روحایی رو بر اینا برمغان بیاره، میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم به تعبیری، میگه ما کار نکردم، فقط یک آموزه از مکتب حسین رو آمدم من عملا امروز بره مردم بازگو کردم و او رو آمدم بیان کردم. یعنی اصلی میگه قیام امام حسین بوده و ما فعلا دارم از او درس میگیرم. یه همون بعد سیاسیه که در زندگانی امام حسین علیه السلام باید همیشه و مادام ما او رو مد نظر بگیریم. هیچگاه انسان نه ظلم بکنه نه تن به ظلم بده. قرآن در سوره مبارکه یونسه میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. نشه اگر ظالمی آمد به شما ظلم کرد ستم کرد، شما هم رکون نسبت به او داشته باشید. رکون یعنی تسلیم شدن، رکون یعنی سرسپردگی، یعنی به ما ظلم کنه و ما هم سر خور پایین مندازم. این طرف امر که بیای سیلی بزنه، طرف دیگر هم بگم آقا ببخشیم یکم به اینجی بزنه. ولا ترکنوا للذین ظلموا، نشه که در مقابل ظالم سر فرود کنی. خب چه کار میشه؟ میگه فتمسکم النار، گرفتار آتش میشه. این آتش نه آتش آخرته، نار الله الموقده، میدون در همه دنیا هم باشه، خفت و خاریه. گرفتار خفت و خاری میشه انسان در زندگی. امام حسین این درس بزرگ رو آمد بره ما یاد داد که اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست. اشک کباب باعث طغیان آتش است. وقتی کباب رو منقل میگذارن نیمپز میشه، یک روغن از او خارج میشه. جناب صاحب این روغنی که از کباب رو آتش ریخته میشه یه اشک کبابه. خب این اشک کباب باعث خاموش شدن اون آتش نمیشه، بلکه آتش رو شعله ور میکنه. اگر ما هم آمدم در مقابل یک ظالم سر فرود آوردم، تسلیمی شدم، در مقابل اطاعت کردم،
این سبب میشه که به او ظلم و جنایتی که او داره انجام بده بیفزاید. و امام حسین رو بر ما یاد داد که باید حتما انسان بر سر ظالم پرخاش کنه، فریاد بزنه. و این رو امام حسین علیه السلام از مکتب انسانساز اسلام و آیات و قرآن و فرمایشات جد بزرگوان خو و پدر عزیز خو امیر المؤمنین علی علیه السلام یاد گرفته است. امروز ما باید همین رقم باشیم. اگر مظلومی رو میبینیم کمک کار یا باشیم. امام علی علیه السلام در اون وصیت های پایانی عمر خو به فرزندان خو و بعد به تمام فرزندان معنوی خو در طول تاریخ میگن که از جمله سفارش های ما به شما اینه که کونا لظالم خصم، خار چشم ظالم باشه، ولی المظلومه اونا، اگر مظلومی رو دیدیم کمک کاری باشه. اینجا همین رقمه. اگر انسان در مقابل یزید و یزیدیان زمان خو فریاد باشه، خاری به چشم اونها باشه، این میتونه تولید عزت کنه برای انسان. اما اگر یزیدی پیدا شد و ما در مقابلی و سر تعظیم فرود آوردیم، این خفته، این خاریه، این ذلته، چیزی که در مرام امام حسین علیه السلام هیچ راهی نداره. این هم بعد سیاسی زندگانی امام حسین علیه السلام. در باقی مانده وقت اگر اجازه بدین، یک قسمتی از بعد خانوادگی امام حسین علیه السلام رو هم نقل کنم. همه اهل بیت ما نسبت به خانواده اهمیت میدادن، از پیغمبر بگیرین تا یکی یک حضرات معصومین. آن رسول الله میفرماید بین ایمان و محبت نسبت به همسر موازنه است. کل مزداد المرء ایمانا ازداد حبه للنساء. هر چه پیمانه ایمان انسان پرتر بشه، محبت و مهرورزی و نسبت به همسری هم بیشتر بشه. رو پیغمبر فرمودن که اگر انسان مؤمن باشه، از نشانه های آدم مؤمن اینه که همسر خود دوست داره، چی زن چی مرد. در زندگی و خانوادگی همین هست. آ رسول الله سالهای سال از رحلت حضرت ام المؤمنین خدیجه و کبرا گذشته بود، اما هر زمانی که از اونا یاد میشد در محضر پیغمبر، پیغمبر با عزت و عظمت از او یاد میکردن. عشق تمام فضای چشم پیغمبر رو میگرفت. این زندگی و خانوادگی و بعد خانوادگی هم در سیره امام حسین علیه السلام بسیار هویدا است. امام حسین علیه السلام میفرماند که انی لا احب دارن لیس فیها سکینه و رباب. او خانه‌ای که در او سکینه نباشه، او خانه‌ای که در او رباب نباشه، من حسین دوست ندارم. خب سکینه دختر امام حسین علیه السلام و جناب رباب هم همسر حضرت. یعنی چی؟ امام دارن اینجا به این مسئله اشاره میکنن که زندگی که در او فرزند نباشه، زندگی که در او دختر نباشه مطلوب من نیست، و زندگی که در او رباب نباشه یعنی همسر نباشه، من حسین خیلی با چنین زندگی میانه ندارم. البته صرف بودن نیست، حضور فعال باید باشه، حضوری که توأم با مهره، حضوری که توأم با محبت و لطفه. امام حسین این رقم زندگی میکردن. رضا نها کنه در لحظات پایانی عمر هم امام حسین از خانواده خوب فراموش نکردن. هر کدام از اصحاب اینا که میرفتن میدان به شهادت میرسیدن، امام اگر میتونستن اون رو به خیمه میبردن. و امام حسین علیه السلام هم با اونها وداع میکرد وقتی رفتن. و یک زمانی هم که شاید خداحافظی و وداع از جانب اونها نمیشد، امام حسین خود اینا میامدن خداحافظی میکردن. در مورد حضرت علی اصغر باب الحوائج که خب خردسال بودن دیگه، 6 ماه بیشتر نبودن، نمیتونه بیای با پدر خداحافظی کنه مثل علی اکبر، نقل میکنن که خود امام حسین علیه السلام آمدن دم خیمه خواهر خو فرمودن یا اخیه ایتینی به ولدی الرضیع حتی اودعه. علی از قرم بیار که خودی خداحافظی کن. این اهمیت به فرزند رو میرسونه، شخصیت بخشیدن به فرزند رو میرسونه.
ای که خب ما میبینیم اون لحظات پایانی و وداع آخرین امام حسین علیه السلام، اون نازدانه میای خود رو به یاد پدر میده که شما بری کسی نیست من رو مورد لطف و محبت قرار بده، خود شما بیایم در زمان حیات خودی کار رو انجام بدین. همه اینها میتونه یک تعامل و یک پیوند مؤثر و ماندگار رو بین امام حسین علیه السلام و بین خانواده و اعضای خانواده رو به ذهن ایجاد کنه که چه رابطه خوشی با همسر داشتن، چه رابطه خوشی با اولاد داشتن و چی رقم در تربیت اونها امام حسین علیه السلام وظیفه رو به بهترین شکل انجام دادن. خیلی ممنون، تشکری میکنیم از شما و از بینندگانی که تا اکنون ما را همراهی کردن. رخصت دهید شال محرم بیاورید، پیراهن عزای مرا هم بیاورید، با اشکتان جراحت او خوب می شود، ای چشم های غم زده مرهم بیاورید.